اما در این تکانه سوم که شش ماه قبل آغاز شد و الان ما وارد ماه هفتم شدیم مسئله کرونا بود که تقریبا همه کشورهای جهان هم با این معضل و مشکل مواجه شدند خوشبختانه علا رقم این که ما دو تکانه هم در سابقه تاریخی دولتمون داشتیم و آثار اون تکانه ها هم همچنان باقی بود توانستیم به خوبی در برابر این مشکل مواجه بشیم و شرایط کشور ما اگر بهتر از دیگران نبوده بدتر از دیگران نبوده که حالا به یکی دو نکته از آمار و ارقام در این زمینه من اشاره می کنم در برخی از کشورهای اروپایی اقتصاد اونها بیش از 20 درصد کاهش پیدا کرده در اقتصاد انگلستان کاهش اونها 21 درصد بوده در فرانسه کاهش اونها 19 درصد بوده در کانادا 13 درصد بوده و در آمریکا 9.5 نیم درصد بوده یعنی در فصل دوم سال میلادی تقریبا مواجه میشه و مصادف میشه با فصل اول سال خودمون حدودن اما در برابر این 21 درصد و 19 درصد و 13 درصد اقتصاد ایران 3 درصد کاهش پیدا کرده این نشون میده که توانمندی دولت بگونه ای بوده که تونسته در برابر این مشکل ایستادگی بکنه البته این نکته هم هست که در بحث نفت چون از دو سال پیش ما مواجه بودیم با مشکل و خب اون نکته ای که جناب همیشه تاکید می کردید که اقتصاد ما از بودجه نفتی جدا بشه ما آغاز دولت وقتی میخواستیم شروع بکنیم اقتصاد کشور ما 52 درصد به نفت خام و گاز متکی بود در دولت ما رسوندیم به 43 درصد و در سال گذشته یعنی سال 98 اتکای بودجه ما 9 ممیز 9 بوده درصد یعنی ما رقمی شدیم در اتکای به نفت تکرقمی شدیم و تقریبا 9 درصد اتکا داشتیم به نفت در سال گذشته امسال هم همین شرایط و شاید کمتر و به طور طبیعی به خاطر این فشارهای بیرونی ما اتکایمان به نفت روز به روز کمتر و کمتر شده در زمینه اشتغال هم ما در زمینه کرونا میتونیم با دنیا خودمون رو مقایسه بکنیم بیکاری در آمریکا 9 ممیز سه دهم ده افزایش پیدا کرد بعد از کرونا در کانادا هفت ممیز چهار دهم ده افزایش پیدا کرد اما در ایران نه تنها ما بیکاری ما افزایش پیدا نکرده بیکاری ما کاهش پیدا کرده یک و یک دهم درصد بیکاری ما کاهش پیدا کرده و بیکاری ما رقمی شده البته جمعیت فعال ما هم به همان نسبت کاهش پیدا کرده ما جمعیت فعال ما بیشتر بود جمعیت فعال ما یعنی جمعیتی که متقاضی کار هست کمتر شده ولی در این حال آمار بیکاری ما هم کاهش پیدا کرده